تبسم یا لبخند و سلام گفتن یا استفاده از واژه و جمله پرارزشی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در زندگی انسان ها خیلی دارای تاثیرات مثبت و مفید می باشند. بدون شک وقتی ما با افراد متفاوت به خصوص افراد متعلق به فرهنگ ها، زبان ها و بکگراند های متفاوت مواجه میشیم، به جای دیدن با نگاه سرد، به جای دیدن با نگاه با بکگراند منفی و پرسش برانگیز، وقتی ما تبسم بکنیم و سلام یا السلام علیکم بگوییم، بدون شک امو یخهای احتمالی که میان ما و دیگرا و امو به حساب به اعتماده یا احتمالی که وجود داره یا پرسش هایی که بر مبنای اون پیشدواری های منفی وجود داره، اینا از بین میره و زمینه برای آغاز یک رابطه های ارزشمند انسانی و همچنین برای برقراری ارتباطات ارزشمند و مفید انسانی فراهم می شود. بدون شک وقتی که ما با کسی مواجه میشیم، به جای اینکه ما دیدی و نگاهی سرد با او داشته باشیم، وقتی که ما تبسم بکنیم، به این مفهوم است که ما یک پیام ارزشمندی را ارائه میکنیم که ما یک دیدی مثبت در قبال شما و دیگر انسان ها داریم و ما کوشش میکنیم که در پی برقراری ارتباطات ارزشمند انسانی باشیم. و وقتی که ما سلام یا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگیم و وقتی ما یعنی صلح و رحمت و ارزشمندی را به اون نثار میکنیم، به این مفهوم است که وانمو یخا و سوء تفاهمات اعتماد را کاملا از بین میبریم و زمینه را برای برقراری ارتباطات ارزشمند و شکلگیری روابط انسانی و جلوگیری از سوء تفاهمات و تشنجات احتمالی فراهم میکنیم. بدون شک وقتی که ما از تبسم یا لبخند و سلام یا سلام دادن استفاده میکنیم، ضمنی از اینکه تبسم و سلام دادن به عنوان امو راهکارهای بسیار اساسی و بسیار ارزشمند و مفید در راستای آغاز و ارتباطات انسانی و برقراری ارتباطات ارزشمند انسانی و همچنین ایجاد رابطه های انسانی بسیار نقش مهم دارن، نفس نثار نمودن تبسم هدفمندانه و مبتنی بر نیت نیک و همچنین سلام دادن به هدیه ها و رفتار نیک انسانی و اسلامی است و دارای ثواب می باشه. یعنی نفس استفاده از تبسم و یا لبخند به گونه هدفمندانه و مبتنی بر نیت نیک و سلام دادن سنت است و از جمله عملکردهای ارزشمندی پذیرفته شده و قابل تقدیر در دین مقدس اسلام است. و وقتی که ما استفاده میکنیم، بدون شک هر نوع انسانی که با دید کاملا منفی در قبال ما با ما مواجه شود و هر نوع پیشداوری منفی در قبال ما وجود داشته باشه بر مبنای پیشفرضه ها و سوی تفاهمات، وقتی که ما طرف مقابل تبسم بکنیم و سلام بدیم، تمام پیشداوری های منفی و سوی تفاهمات از بین میره و زمینه برای آغاز ارتباطات ارزشمند انسانی و شکلگیری رابطه های انسانی چی میشه؟ فراهم میشه. بدون شک جوامعی که به جای نگاه کردن به یکدیگر با دیدی مبتنی بر سوی تفاهمات یا رویکرد منفی یا تمرکز بیمورید طرف یکدیگر بدون کدام کلام از تبسم و سلام دادن استفاده میکنن، مثل جوامع اسلامی، مثل مالزی و بعضی کشورهای دیگر، اینا از وضعیت بسیار خوبی زندگی فردی و اجتماعی و کاری برخوردار هستند و میانشان روابط بسیار نیک وجود داره و نزاع و کشمکش وجود نداره یا بسیار کم است. و برعکس جوامع و کشورهایی که از تبسم و سلام دادن کمتر استفاده میکنن هنگام مواجهه با یکدیگر، اینا بر مبنای همون پیش‌برداشت‌ها و پیش‌داوری‌های اکثر نادرستی مبتنی به همون پیش‌داوری‌های منفی خودشان سوی تفاهماتی که ایجاد میشه باعث بروز مشکلات میشه. بنابراین به جای اینکه ما تمرکز بکنیم روی پیش‌داوری‌های منفی یا حرکت‌های مبتنی بر نگاه‌های پرسش برانگیز و منفی، همیشه وقتی که ما با انسان‌ها مواجه میشیم تبسم بکنیم به گونه هدفمندانه، نه البته به خاطر تمسخر دیگران، بلکه به خاطر احترام به دیگران و آغاز یک ارتباطات گرم و ارزشمند انسانی و به گونه بسیار هدفمندانه و با نیت نیک و برایشان سلام تقدیم بکنیم. و این موضوع باعث میشه که رابطه ها در میان انسان ها در جامعه انسانی مستحکم و مستحکم تر شود و مشکلات حل شود. دکتر عبدالقهار سرواری هستم. اگر فکر میکنین این پیام ها و ویدیو مفید است، لطف نموده این چینل را در یوتیوب سابسکرایب بکنید. تشکر.